شیعیان هزاره در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان همچنان با فشارها و باجگیری ای دست و پنجه نرم میکنند آنهان میگویند از یک طرف با کشتار و حملات هدفمند مواجهند و سوی دیگر فشار و باجگیری طالبان زندگی را برایشان طرق کرده است در تازه‌ترین مورد منابع در شهرستان هزار نشین مالستان غزنه میگویند که طالبان یازده نفر از بزرگان قوم قومی و محاسن سفیدان محاسن سفید منطقه شیرداغ این شهرستان را بازداشت و زندانی کردند. منابع دلیل بازداشت این افراد را باجگیری از سوی طالبان خوانده و گفتند که اعضای این گروه میگویند که شهروندان شیرداغ در سال 1397 در جنگ با طالبان شرکت داشتند و باید 9 میلیون و 200 هزار افغانی بدون قید و شرط پرداخت کنند. منابع گفتند که گروه طالبان هفته گذشته روز سهشنبه دوم آبان این افراد را با خودشان به مرکز مالستان برده و اوایل این هفته به مرکز استان قزنه انتقال دادند به گفته این منابع فرماندان پشتو طالبان برای مالستان توطعه کرده که در جنگ بین هزارها و طالبان در سال 1397 مهاجران از اروپا و استرالیا برای مردم شیرداغ 9 میلیون و هزار افغانی کمک کرده بودند اکنون از مردم خواسته که پول یا سلاح های خریده خرید شده را تسلیم طالبان کنند این گروه پیش از این هم افرادی را در غزنه و برخی از استانهای دیگر به خاطر سلاح بازداشت و شکنجه کردند حدود سه هفته پیش گروه طالبان در شهرستان بهسود میدان وردک ده نفر از جمله یک معلم و یک خدمه مکتب را بازداشت کرده و از آنان سلاح خواستند.